به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. جناب ابوعلی سینا توی مقدمه اول برهانشون میگن که موجودی حداقل وجود دارد. ببینید آیا ابوعلی سینا اینجا داره یک قضیه این همانی رو بیان میکنه یا نه یه چیز دیگر رو داره بیان میکنه. آقای ابوعلی سینا میگه در جهان خارج موجودی وجود دارد. الان من سوالم اینه، آیا آقای ابوعلی سینا دوتا مفهوم از وجود داشتن توی ذهنش داره یا نه مفهوم وجود داشتن برای آقای ابوعلی سینا یک مفهومه؟ ما علامت اینو تکلیفش مشخص بکنیم که بعدن که به اون گزاره رسیدیم دچار تردید و ابهام نشیم. خب اینکه موجود وجود دارد یک قضیه این همانی است. موجود موجود است، مثل سبز سبز است، مثل مرد مرد است. قضیه این همانی ما الان داره قضیه این همانی میگه نه، چون میخواد قضیهشو اثبات بکنه. قضیه این همانی که احتیاج به اثبات نداره، هر چیزی همون چیز است، اینو نمیخواد بگه آقای ابوعلی سینا. جمله ای که داره میگه یک ظرف زمان و ظرف مکانی در تقدیر داره. این رو دقت بکنید، قدیمی‌ها حرف می‌زدن ولی حرفاشون رو دقیق نمی‌زدن، یعنی تقدیرهایی رو در عبارت‌هاشون لحاظ می‌کردن، اونها رو مکتوب نمی‌کردن، اونها رو بیان نمی‌کردن. وقتی میگه که موجودی وجود دارد و بعد میاد اثبات می‌کنه، میگه مثلا فقط شما فرض کن خودت رو در نظر بگیر، دیگه خودت رو که شک نداری که وجود داری، که پس چیزی وجود دارد، یعنی میاد به نوعی اثبات مطرح می‌کنه برای اینکه چیزی وجود دارد. در واقع ایشون میخواد بیاد بگه که در جهان خارج، جهان خارج رو ما چی تعریف کردیم؟ جهان خارج رو ما گفتیم ادراکات ما، حالا ادراکات بینایی، ادراکات شنوایی، همش روی هم اسمش رو میگذاریم جهان خارج. اینو من چند بار هم صوتش رو تکرار کردم که خوب تو ذهنتون بمونه. ما جهان خارج رو چی تعریف کردیم؟ ادراکات خودمون، اسمش رو گذاشتیم جهان خارج. آقای ابن سینا میاد میگه که در جهان خارج موجودی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ما حداقل یک ادراک داریم. خب این حرف درستی است. ما حداقل یک ادراک داریم. اون ادراک چیه؟ ادراک خودمون. مثلا ما خودمون رو میتونیم درک بکنیم. بسیار خب، معمولا هم اولین چیزی که درک میشه درک خود انسانه، یعنی انسان اول خودش رو درک میکنه و بعد چیز دیگری رو، حالا مثلا در مثلا گرمای رحم مثلا مادرش رو درک میکنه نوزادی که بالاخره. البته این بحث های بسیار پیچیده ای هست که آیا ما اول گرمای رحم مادر رو درک میکنیم بعد خودمون رو درک میکنیم، یا اینکه نه اول خودمون رو درک میکنیم بعد اون گرما رو درک میکنیم، یا اینکه اصلا ما اصلا خودمون رو درک نمیکنیم، ما فقط اون گرما رو درک میکنیم. الان بعد مثلا 50 سال استنباط میکنیم که پس ما خودمون رو هم درک کردیم. حالا اینا سوالات پیچیده ایه که الان اصلا قصد ورود به این مباحث رو ندارم و هیچ وقت هم من در این دوره به این مباحث نخواهم پرداخت. ولی خب حالا فرض کنید که ما یک ادراکی داریم، یعنی یک چیزی رو پذیرفتیم که وجود دارد. آیا آقای ابن سینا تعریفش از جهان خارج همون تعریف ما از جهان خارجه؟ اینو یک کمی دقت بکنید. ببینید الان اگر یک آخوندی که فلسفه اسلامی خونده، یک دانشجویی که مثلا فلسفه اسلامی خونده بیاد جلوی شما و شما بهش بگین که جهان خارج همون ادراکاتیه که ما تا حالا داشتیم از بعد تولدمون تا الان، میگه نه ادراکات جهان خارج نیست، جهان خارج جهان خارجه، ادراکات علم ما از جهان خارجه. یعنی بین این دوتا فرق میگذاره. ولی اگه یک کمی این دانشجو دقت بکنه متوجه میشه که نه، واقعا این دوتا یکی هستن. یعنی ما اصلا اسم ادراکات خودمون رو گذاشتیم جهان خارج. اینو یک کمی خواهش میکنم استاپ کنید، فکر کنید راجبش. ما چیز دیگری غیر از ادراکات خودمون رو اصلا به نام جهان خارج نمیشناسیم. ما هیچ ماورای ادراکی رو نمیتونیم تصور بکنیم. اینو یک مقداری راجبش دقت بکنید. شاید اول کار فکر کنید که نه، ما میتونیم تصور بکنیم ولی هنوز ادراکش نکردیم. ولی حتی من فراتر از این میخوام بگم، میخوام بگم که ما هیچ چیز ماورای ادراک خودمون رو حتی نمیتونیم تصور بکنیم. چرا؟ چون تصور ما هم یکی از ادراکات ماست، تصورات ما قوه خیال ماست، قوه خیالات ما یکی از ورودی های ذهن ماست. ورودی های ذهن ما گفتم متعدد هست، حافظه هست، خیال هست، گرما هست، فشار هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، شتاب هست، مثلا بینایی هست، شنوایی هست، تا 50 خورده حس شمردن. یکی از اون حس ها قوه خیال ماست، یعنی قوه خیال خودش یکی از ورودی های ذهن ماست، حافظه یکی از ورودی های ذهن ماست، خودآگاهی همین چیزی که ما بهش میگیم من، این یکی از ورودی های ذهن ماست. از این فراتر بعضی از فلاسفه ادعا میکنن که اراده،
اختیار این یکی از ادراکات ماست، یعنی ورودنی ما فکر میکنیم که انتخاب کردیم، فکر میکنیم که اراده داریم. اراده یکی از ورودی های ذهن ماست. حالا من الان اصلا نمیخوام وارد بحث اراده و اختیار انتخاب بشم، بحث بسیار پیچیده یه شاید مباحث اعتقادی یک زمانی سالیان آینده بهش برسیم، شاید هم نرسیم، یه چیزی مشخص و قطعی نیست، ولی گفتم که فقط به گوش تو خورده باشه. من حتی بعضی ها هستن که اراده رو هم یکی از ورودی های ما میدونن، که حالا بهتون بگم حرف بدی هم نیست. از این که بگذریم، یعنی من روی این نکته میخوام پافشاری بکنم که جهان خارج همان ادراکات ماست و اصلا جهان خارجی غیر از ادراکات ما وجود ندارد. هر چیزی که ما بهش میگیم جهان خارج همین ادراکات ماست. ولی یک آخوند که مثلا میخواد با شما بحث میکنه میگه نه نگاه کن این اتاق، انگشتش میاره جلو نشون میده میگه ببین این درخته، بعد انگشتش میره به چشم خودش نشون میده میگه این تصویری که تو چشم منه از درخت، بعد انگشتش به مغزش میچسبونه میگه نگاه کن حالا این تصویر رفت توی مغز من و شد چی؟ تصویر درخت. در صورتی که اون همون زمانی که انگوشش جلو بود، همون زمانی که انگوشش به چشمش چسبیده بود، همون زمانی که انگوشش رفته بود روی مغزش، این در واقع داشت سه تصویر مختلف رو مشاهده میکرد. توی این سه تا تصویر تنها تفاوتی که بود این جای دسته تکون خورده بود. سه تا تصویر با هم دیگه هیچ تفاوتی نداشتن. اون در هر سه داشت به همین سه تصویر اشاره میکرد، به این سه ورودی ذهنش اشاره میکرد. اصلا من میخوام پارو فراتر بگذارم، بذارید یک پار فراتر بگذارم. توی فلسفه دنیای مجازی که در سالهای اخیر فلسفه مطرحی شده در جهان، ببینید این که من میگم فلسفه، لازم نیست که در کلاس‌های فلسفه این به عنوان یک گرایش از فلسفه بیا تدریس بشه، نه، لازم نیستش که حتما کتابی در این موضوع نوشته شده باشه مثلا اسمش باشه فلسفه دنیای مجازی، نه. وقتی میگم فلسفه یعنی دیدگاهی راجع به جهان هستی وجود داره، یک نوع جهان بینی وجود داره که میگه که جهان ما یک جهانی است که نسبت به ما مجازی است. تعریف جهان مجازی رو من چندین بار گفتم توی برهان دنیای مجازی و بعدها چندین بار تکرار کردم. این رو الان من میتونم ادعا بکنم که در سالهای اخیر یک فلسفه رایج شده، یعنی شما توی شبکه‌های اجتماعی، توی صفحات وب، توی گفتگوهای اعتقادی که بین دانشجویان مطرح میشه، هر از چند گاهی این نظریه مطرح میشه که ممکنه این جهان مجازی باشه، به خصوص که بزرگانی در صحنه سیاست، در صحنه اقتصاد، در صحنه ورزش میان این دیدگاه رو مطرح میکنن، مناظره میکنن و روش پافشاری میکنن، فیلم های زیادی در راجب این مسئله ساخته میشه، داره این فلسفه رو ترویج میکنه. فلسفه زیبایی است، یعنی من چندین سال روی این فلسفه کار کردم و گزارهای زیبایی از توی این فلسفه میشه استخراج کرد. حالا شاید ما بعدها توی نقد دین اسلام به این مسئله بپردازیم، چون دین اسلام هم به نوعی فلسفه دنیای مجازی رو داره مطرح میکند، حالا به یک ادبیات دیگری. فرض کنید که ما در یک جهان ماتریکسی داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا میزی نیست، اصلا واقعا اتاقی نیست، واقعا دیواری هم وجود ندارد، تنها ادراک سیم است که به مغز من وارد شده و این سیم داره ادراک اتاق بودن و ادراک مثلا دیوار بودن و ادراک میز بودن رو هم از لحاظ تصویری، هم از لحاظ لامسه، هم از لحاظ بو، هم از لحاظ مزه حتی داره به ذهن من وارد میکنه. ممکنه پس از پیشرفت‌های در علم و دانش بتونن تصویر رو مستقیم در قوه بینایی مغز شما منتقل بکنن، یعنی اینجوری نباشه که از واسطه چشم تصویر عبور بکنه تا به ذهن شما برسه، نه، شاید علم زمانی اونقدر پیشرفت بکنه که بتونن الکترودهای رو مستقیم داخل قوه بینایی مغز شما بکنن و اون الکترودها تصویر سیب رو در ذهن شما نمایان بکنه و شما سیب را ببینید، در صورتی که هیچ سیبی اصلا نیست، یعنی خارج همین سیبی که من دارم میبینم، هیچ معیاری هم برای اینکه واقعا این سیب منشأ ایجادی دارد یا منشأ وجودی ندارد ندارم، واقعا ندارم. من هر راهی که بخوام امتحان بکنم که آیا این یک چیزی هست که از اون داره این تصویر به من میرسه یا نه فقط این تصویر هست که داره به من میرسه، واقعا ندارم. ببینید یک سری برهان‌های آوردن، گفتن با علیت مثلا خواستن ثابت بکنن که یک چیزی بوده که هر چیزی علتی داره، پس یک چیزی بوده که اون تصویر به چشم من رسیده. واقعا اینجوری نیست دیگه، چون علیت رو ما در بین ادراکات خودمون انتظار کردیم، این فرا ادراکیست، یعنی از کجا معلوم در فرا ادراک ما هم علیت برقرار باشه؟ بعد اصلا ما در برهان علیت بحث علیت رو مطرح کردیم، تعریف علیت این بود که چیزی که اگر نباشد این چیز وجود نداشته باشد. از کجا معلوم چیزی هست که اگر اون چیز نباشد این ادراکات شما وجود نداشته باشد؟ شما این از کجا فهمیدید؟ شما که اون جزء ادراکاتتون نیست، هیچ راهی برای شناخت اون ماورای ادراک شما ندارید، چون اسمش ماورای ادراک دیگه، اگر راهی برای ادراکش باشه که اون میشه ادراک. یکم سنگین شد بس، احساس میکنم که کم کم میخواین استاپ بکنید کلیپ رو، بذارید خودم زودتر بس رو خاتمه بدم.
پس تا اینجا ما سعی کردیم با هم دیگه مفهوم واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات رو با هم دیگه بحث بکنیم. مفهوم واجب الوجود و ممکن الوجود اصلاح شده رو هم برای شما گفتم، یعنی یک مفهوم رو جوری تغییر دادم که این برهان بشود اصلا بعد بخوایم نقدش بکنیم، و اینا برهان اصلا با همین تعریفی که از ممکن الوجود و واجب الوجود گفتم اصلا معنیش این برهان اصلا برهان نیست، یعنی همه چی واجب الوجود دیگه، اصلا تقسیم چیزها به ممکن الوجود و واجب الوجود که مبنای این برهان تقسیم اشتباهی است. همه چیز واجب الوجود به ذاته، واقعا هم این گونه است، یعنی واقعا همه چیز واجب الوجود به ذاته، واسه این تقسیم از ریشه باطل. حالا ما برای اینکه این برهان بشه اومدیم یک تعریف مسامحه گونه ای از واجب الوجود و ممکن الوجود ارائه کردیم و یک مقداری من راجع به وجود داشتن با شما صحبت کردم. می گفتم وقتی ابن سینا میگه لااقل یک چیز موجود است منظورش چیه؟ منظورش این همانی نیست، منظورش اینه که چیزی در ادراکات من وجود دارد، چیزی حالا من به اصطلاح خودش میگم در جهان خارج وجود دارد. یعنی ابن سینا میخواد بگه که همه چیز خیال نیست. ببینید ابن سینا خیال رو از واقع به گونه ای داره جدا میکنه، یعنی ظاهرا به خیالات اسم واقع رو نمیگذاره، میخواد بگه که چیزی هست که واقعی هست. حالا ما هم شاید در عرفمون این اصطلاح رو به کار میبریم، مثلا به توهمی که میزنیم نمیگیم واقعیت، اصلا که واقعا هیچ فرقی نداره با تصویری که چشم میبینه، اونم یکی از ورودی‌های مغز دیگه. حالا آقای ابن سینا همون تصور عرفی عوام رو داشته و مثلا خیالات رو جز غیر واقعی ها اسم گذاری میکرده و حالا چیزایی که با حواس پنجگانه ادراک میکرده رو بهش میگفته واقعی، و حالا میخواسته به نوعی بگه که آقا مثلا شکاکیتی در کار نیست و بالاخره یه چیزی وجود داره، یعنی همه چیز وهم و خیال نیست. در صورتی که الان شما یکم دقت کرده باشین متوجه میشین که هیچ نوع ما قضاوتی نمیتونیم راجع به مسئله داشته باشیم، که شاید همین ادراکات حواس پنجگانه که ما داریم اونم همه وهم و خیال باشه، یعنی ما نمیتونیم راجع به مباحث صحبت بکنیم و تفاوتی هم بین اینها و بین وهم و خیال نمیتونیم قائل بشیم، اونم یک ادراک، اینام یک ادراک هستن. ما چیزی رو به نام واقع، به نام جهان خارج اصلا غیر از ادراکات خودمون نمیتونیم تصور بکنیم، حتی چون تصورات ما هم یک بخشی از واقع هستن به هر حال. ولی مفهوم حرف ابن سینا رو فهمیدیم که منظورش از این که میگه چیزی وجود دارد اینه که بالاخره یک ادراکی ما داریم، اینجوری نیست که کلا سیاهی مطلق باشه، عدم مطلق باشه، هیچی نباشه. خب اونجوری اصلا بحث کردنی نیست، سر چی میخوایم بحث کنیم؟ شما بپذیرید که یک ادراکی هست، بعد من میخوام برات ثابت کنم که خدا هست. باشه آقا ما این مطلب رو میپذیریم، یعنی بالاخره آقا میگیم یک ادراکی هست، یک چیزی هست، یعنی یک چیزی هست که لفظ چیز بر او حمل بشود، چیز همون موجود بود دیگه، یعنی یک ادراکی هست که مفهوم موجود بتواند بر اون ادراک حمل بشود. ما این رو میپذیریم. پس عبارت گزاره اول ابن سینا این همانی نیست، نمیخواد بگه موجود موجود است، سیب سیب است، درخت درخت است، نه، میخواد بگه چیزی هست، یعنی یک ادراکی هستش که مفهوم چیز بر اون ادراک حمل بشود. خیلی خوب، این رو هم برای شما بیان کردیم و در آخر یک مقداری ذهنتون رو راجع به اصل اول فلسفه که جزء اصول فلسفه هست به چالش کشیدم، یعنی سر اینکه آیا واقعا ماورای ادراکی وجود دارد، ندارد، اصلا میتونه وجود داشته باشه، نمیتونه وجود داشته باشه، ما میتونیم تصور بکنیم، نمیتونیم تصور بکنیم، و خلاصه آیا راهی برای اثباتش هست که ماورای ادراکی وجود داره یا نیست. یه مقداری ذهنتون رو به چالش کشیدم. خواهش میکنم روی این مباحث، روی اصول فلسفه، ما سه تا اصل فلسفه داریم، جزء اکسیوم های علم فلسفه هست، علم هستی شناسی. راجع به این سه تا اصل خواهش میکنم که خوب تفکر بکنید. علت تمام عقب موندگی های بشر اینه که راجع به این سه تا اصل فکر نکردن، یعنی فکر میکردن که یه چیزایی رو میبینن بهش میگن ادراکات، و این ادراکات مثلا یه چیزایی هست به نام جهان خارج که اینا داره از اونها میاد. دقیق نمیشدن روی این مسئله. این رو یک مقداری دقیق بشین. من گفتم برهان وجوب امکان برهانیه که مهارت‌های ذهنی شما رو محک میزنه. این رو خواهش میکنم راجع بهش یک مقداری تفکر بفرمایید. باز در کلیپ بعدی تعداد دیگری از اصطلاحاتی که آقای ابن سینا توی این برهان مطرح کرده رو با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.